بچه ها درود. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچکی نبود. داستان پیدا کردن اسب توسط زال برای رستم. وقتی که رستم در دوران کودکی و نوجوانی چند جنگ شگفتی آور و عجیب کرد و روزگار هم پیش می رفت، یه اتفاقات ناخوشایندی هم در ایران افتاد. منوچهر شاه که شاهنشاهی بسیار خوب و مردم دوست بود مرد و پسرش نوذر شاهنشاه شد. اما نوذر مانند پدرش شاهنشاه خوبی نبود و مردم از کارهاش خوشحال نبودند. پادشاه توران که دید مردم ایران از نوذر ناخرسند هستند، به ایران حمله کرد. نوذر به جنگ افراسیاب رفت اما شکست خورد و به دست افراسیاب کشته شد. مردم رفتن یکی از نواده های فریدون و پسر طهماسب رو که نامش زو بود پیدا کردند و شاهنشاهش کردند، اما عمرش کوتاه بود و مرد. مردم گرشاسب رو پادشاه کردند و او هم زود مرد و ایران زمین بی پادشاه مرد. در اینجا استاد فردوسی می‌فرماد: چو شد تخت ایران ز شاهان تهی، ندیدند کس روزگار بهی. افراسیاب هم از اون زمان که ایران بی سرپرست مونده بود استفاده کرد و باز به ایران حمله کرد. از مرزهای ایران هم به طرف توی ایران وارد شد. در همون روزها هم پهلوان بزرگ ایران یعنی سام هم مرد. سام رو براتون تعریف کردم که پدر بزرگ رستم بود، یعنی پدر زال بود. مردم خیال کردن که از کمکاری زال بوده که افراسیاب تونسته وارد ایران بشه و هر جا رو که به دستش میفته خراب میکنه. به همین دلیل هم مردم به زال شکایت میکردند و ازش ناخشنود بودند. پس از چند سالی که رستم دوران کودکی رو پایان داده بود و جوانی زورمند شده بود، زال به فکر افتاد که رستم رو جانشین خودش بکنه و خودش دیگه از جهان پهلوانی کناره گیری کنه. سرداران سربازان را در یک دشت بسیار بزرگ جمع کرد و شروع به سخنرانی و گفتن حرفهایی برای اونها کرد. زال گفت: ای سرداران و ای سربازان من، امروز میهن ما ایران در خطر بزرگی افتاده و افراسیاب پادشاه توران زمین با سپاهیان بسیار که در همه دشت ها و دره ها و تپه های مرز های ایران پر هستند به کشور عزیز ما حمله کرده. من احساس میکنم دیگه اون نیروی جوانی رو ندارم که در برابر سپاهی به اون بزرگی و پادشاهی به اون نیرومندی ایستادگی کنم و ایران رو از خطر نجات بدم. تنها کسی که بتونه یک سپاه بزرگ مثل سپاه توران و یک پادشاه پهلوان نیرومند مانند افراسیاب رو شکست بده و ایران رو از خطر رها کنه، رستم جوان پسر منه. اما یک مشکل بزرگ هست و اون هم اینه که هیچ اسبی نیست که بتونه رستم و ابزار جنگیش مانند گرز و سپر و نیزه و تیر و کمان و شمشیرش رو روی کمرش نگه داره. هر اسبی رو که برای رستم آوردیم، وقتی رستم با ابزار جنگیش سوار شده زانوهاش خم شده و روی زمین نشسته و نتونسته پاشه را بره. پس همیشه ناچار بودیم که برای رستم پیل بیاریم، پیل یا فیل که دیگه گفته میشه. و رستم سوار اون پیل بشه، اما پیل که نمیتونه مانند اسب
به درد جنگیدن در میدان نبرد بخوره و سرعتش خیلی کمه و حرکتهاش هم کنده. بعد زال گفت من یک پیشنهاد میدم و شما ببینید میتونید اون رو اجرا کنید و این مشکل رو حل کنیم یا نه. گفت پیشنهاد من اینه که در تمام سیستان و کابلستان هرچی گله اسب هست جمع کنین و به طرف زابلستان بیارین و در این دشت که دور تا دورش رو با چوبهای بلند پرچین یا دیوارهای چوبی کشیدیم وارد کنید تا همگی اسب‌ها رو ببینیم و قوی‌ترین اسب رو بگیریم و رام کنیم و به رستم بدیم. همه سرداران و سربازان به این پیشنهاد زال آفرین گفتند و به راه افتادند. هر کدوم از سرداران و سربازان رفتند و چند نفر رو با خودشون همراه کردند و با اسب‌هاشون به طرف کوه‌ها و دشت‌ها رفتند تا هر جا گله‌های اسب رو می‌دیدند وادارشون بکنن که به سوی زابل بدوند. هرچه که اسب در دشت ها و دره ها و تپه ها بودند چه وحشی و چه اهلی همه رو به دشت زابل راهنمایی کردند. هر کسی که اسبی داشت برای اینکه معلوم بشه صاحبش کیه نام خودش رو روی رون اسب می نوشت و به اون علامت که روی رون اسب بود میگفتن داغ. فقط اسبهای وحشی که در دشت و صحرا بودند و صاحب نداشتند روی رونشون داغ نبود و اگر کسی میتونست هر کدوم رو بگیره میتونست صاحبش بشه و نام خودش رو روی رون اسب بنویسه. از روزی که زال اون سخنرانی رو کرد انقدر مردم همکاری کردند و اسب به دشت زابل آوردن که دیگه هیچ کس نمیتونست بشموره. زال و سرداران و اسبشناسان و خیلی از مردم کنار پرچین ها وایستاده بودند و اسبها رو میدیدند و چند نفر سوارکار هم در داخل اون پرچین های بسیار بسیار گسترده و پهن و وسیع اسبها رو یکی یکی به طرف جایی که زال ایستاده بود راهنمایی میکردند تا اگه زال خواست که نگهش داره و اگر نخواست از اون در دیگه پرچین بیرونش کنن و بذارن هر جا که میخواد بره. اسبهای فرانی رو گزیدند و یا انتخاب کردند و به رستم نشون دادند. اسبها همه نیرومند و بلند بالا بودند و رستم برای اینکه آزمایششون بکنه دستش رو میگذاشت روی کمر اسب و به کمرش فشار میآورد. هیچ کدوم از اسبا تا به فشار رستم رو نمی آوردند و زانوهاشون خم می شد و زمین می نشستند. این بار رستم خودش اومد در کنار زال و سردارها و اسبشناسها ایستاد تا خودش اسبی رو پیدا کنه. هر کدوم از اسبا رو که کارشناسها پیشنهاد می دادند اون سوارکارهایی که در داخل اون پهدش بودند به تاخت می رفتند و اون اسب رو راهنمایی می کردند تا به جلوی رستم بیاد. رستم هم در داخل پرچین ایستاده بود و اسب‌ها رو با فشار آوردن به پشتشون آزمون می کرد و وقتی می دید که تا به فشار رستم رو نیاوردن رها می کردندش که از پرچین بیرون بره. چندین و چند روز همه در کار پیدا کردن اسبی که در خور و مناسب رستم باشه بودند تا اینکه چشم رستم به یک اسب ماده که بهش مادیان میگن افتاد که یک کره اسب هم به دنبالشه. اون اسب مادیان سر و سینه پهنی داشت که مانند شیر پهن و پر از یال بود. پشتش که رونهاش هم به هم چسبیده بودن هم پهن بود با دومی که مانند دوم گاو کلفت و بلند، اما کمرش باریک بود. رنگش تمام سفید بود و سمهاش پهن و نیرومند. بچه این مادیان هم مثل مادرش سینه و سرین یا کفلش پهن بود و کمر باریک. چشمهای سیاه با رنگ بدن سرخ که
خالهای سفید روش بودند و مانند پلنگ دیده می شد. رونها و پاهای بسیار نیرومند با سمهایی که مانند سنگ محکم و پرزور بودند. چشمهاش آنچنان تیزبین و قوی بودند که از دو فرسخی مورچه را می دید. در راه رفتن نه در آب گیر می کرد و نه در خشکی. رستم تا اون دوتا اسب رو دید به سوارکارها رو دستور داد که تا برن و اون مادیان رو کاری بکنن که بیاد نزدیکتر. سوارکاران رفتند و با چندین بار کوشش و تنه اسب هاشون رو به تنه مادیان زدن و هل دادن اون مادیان بالاخره وادارش کنن تا به سوی جایی راه بره که رستم ایستاده بود. وقتی رستم به سوارکارها دستور داد تا اون مادیان رو نزدیکتر بیارند، چوپان اسبشناس پیری که هنوز نمیدونست این جوان رستمه اونجا بود. اون از همه کسانی که اونجا بودن استادتر بود. به رستم گفت نه، این مادیان رو کاری نداشته باش. رستم پرسید مگه این اسب مال کیه؟ روی رون این اسب داغی نیست. پیر دانا گفت این اسب مال هیچ کس نیست و درست ترش اینه که این اسب اصلا به کسی اجازه نمیده که بتونه بگیرتش و اهلی بکنه و صاحبش بشه، ولی اگه کسی بخواد به این کره اسب دست بزنه یا کمان بندازه آنچنان به اون آدم حمله میکنه که با دندونهاش سر اون آدم رو میکنه. رستم گفت تو این رو از کجا میدونی؟ پیرمرد گفت تا به حال پادشاهان و سرداران زیادی اومدن که این اسب رو بگیرن اما هیچ کدومشون نتونستن و مردم اسمش رو گذاشتن رخش. میگن این رخش فقط مال رستمه و هیچ کس دیگه‌ای لیاقت این اسب رو نداره که سوارش بشه و این اسب هم به هیچ کس جز رستم سواری نخواهد داد. رستم به پیرمرد نگفت که من رستمم. کمند رو پرتاب کرد و گردن کره اسب رو به دام انداخت. مادر کره اسب تا دید به گردن بچهش تناب افتاده خشمگین شد. به تاخت به رستم حمله کرد. وقتی دو تا دستاش رو بالا برده بود که محکم به سینه رستم بکوبه و بعد سرش رو با دندونش بکنه، رستم یک نعره زد که دل اسب لرزید. دستاش رو پایین آورد و دهنش رو باز کرد که کله رستم رو بکنه. رستم با مشت آنچنان مشتی به سر و گردن مادیان کوبید که مادیان به زمین افتاد و فهمید که کسی که باید پسرش رو ببره همین آدمه. روی پای ایستاد و به تندی برگشت و دوید و رفت میونه گله اسبا و دیگه سراغ رستم نیومد. رستم کمند رو کشید و یه قدری تناب دور گردن رخش تنگتر شد. رخش مقاومت کرد و پاهاش رو محکم توی زمین فرو کرد که رستم نتونه بکشه. رستم هم پاهاش رو بیشتر سفت کرد و یه تکون محکم به کمند داد و سر کره اسب رو توی حلقه کمند گیر انداخت. دو تا گوش‌های رخش مانند دو تا خنجر تیز بودند و شنواییش هم خیلی نیرومند بود. کوچکترین صدا رو می‌شنید. رستم یک بار رخش رو آروم صدا کرد. رخش شنید و انگار صدای رستم رو دوست داشت. این بار آروم ایستاد. رستم دستش رو گذاشت روی کمر رخش، فشار آورد. رخش تکون نخورد. یک بار دیگه با شدت به کمر رخش فشار آورد و رخش انگار اصلا فشار رستم رو حس نمی کنه. رستم از خوشحالی توی دلش گفت بالاخره دوست همیشگی خودم رو پیدا کردم و تنها همین اسب هست که همه جا با منه. آروم دست کشید روی سر و گردن رخش و رخش هم فهمید که تنها همین یک آدم هست که میتونه سوارش بشه و تا آخر عمر باهاش باشه. اندام رخش با اون رنگ سرخ و خالهای سفیدی که داشت مانند فیل درشت بود و بلندی قدی به بلندی شتر داشت. رستم به پیرمرد چوپان گفت که
تو که همه این دشت ها رو در دستت داری و همه حیوان های دشت که صاحبی ندارند مال تو هستن، ارزش این اسب چنده؟ پیرمرد چوپان گفت قیمت این اسب آبرو و آزادی ایرانه. همونطوری که گفتم، مردم به این اسب میگن رخش رستم. اگه تو رستمی که مال توه و قیمتش هم امنیت و آزادی و سربلندی ایرانه، میتونی اینها رو بپردازی؟ رستم خندید و گفت راست گفتی، من رستمم و برای داشتن این اسب باید همه عمرم زحمت بکشم تا ایران و ایرانی سربلند و آزاد باشه و هیچ دشمنی نتونه پا به خاک ایران بذاره. رستم این حرف رو زد و جست زد و بدون زین پرید روی کمر اسب و اون رو به حرکت در آورد. همه مردمی که رخش رو میشناختن در شگفتی موندن. در اون 4 سالی که رخش رو مادرش زاییده بود، دستش هیچ انسانی و یا حیوانی بهش نرسیده بود. هر کسی یا حیوانی به این اسب، به این بچه اسب نزدیک شده بود، با دندون مادرش کشته شده بود. حالا رستم راحت سوارش شد و مادر رخش هم از دور تماشا میکرد و از حرکاتش معلوم بود که ناراحت نیست. زال آنچنان خوشحال شد که به همه مردم بخشش کرد. دستور داد تا 1 زین زرین برای رخش بیارن. رستم گفت ای پدر بزرگوار، من 1 گرز میخوام که کوپال باشه. یعنی گرزی باشه که از آهن ساخته شده باشه. زال دستور داد کوپال سام رو آوردن و داد به رستم و گفت یادت میاد با همین گرز بود که پیل سپید رو از پا انداختی؟ رستم گفت به من 1 خفتان یا رخت جنگی بده که از پوست ببر بیان باشه که نه آب و نه آتیش به اون کارگر نباشه. زال هم دستور داد خفتان گرشاس به پهلوان رو براش آوردن. رستم وقتی که ابزار جنگی که میخواست فراهم شد، سوار اسب شد و شروع به تاخت کرد و همه دیدند که تا به حال خدا اسبی به نیرومندی و باهوشی و تیز بینی و تیز شنوایی رخش نیافریده. پس فریاد زد سربازان و سرداران، پیش به سوی مرزهای ایران زمین برای جنگیدن با دشمنان ایران و بیرون کردن اونها از خاک عزیز کشورمون. بچه ها، اینم 1 داستان دیگه از داستانهای شاهنامه بود که براتون گفتم و تا داستان بعدی که خیلی داستان شیرینیه، قصه ما به سر رسید، کلاغ به خونش نرسید.